شب بخیر بیننده های عزیز، نشری نوبتی برنامه 90 دقیقه را از شبکه ورزش منظورتون میکنیم و ما امروز اطراف بوزی های دوری اخیر چمپیونات مملکت بین دسته های لیگ اولی حرف میزنیم. روزهای استراحت رقابت های دوری 22 برگزار شد و نتیجهش هم گوناگون بودند، اما گل های خیلی زیاد را در این دور تماشا کردیم. چون همیشه در مهمانی برنامه 90 دقیقه مربی شایسته تاجیکستان، سابق سرمربی تیم ملی کشور زهیر بابایف قرار دارند. خوش آمدید به برنامه و بیاید توجه میکنیم به بازی های دوری اخیر چمپیونات مملکت که خیلی سرگل بودند و خاطر اون که شاید همه دسته ها تلاش میکردند نتیجه خوب به دست آورند. خب به سیسای رقابت استقلال روشن دیگر پنج بازی برگزار شد. در روز اول اسخط در میدان خود 5-6 را شکست داد با حساب 3-1. برخچی در میدان خود در دقایق اخیر از کلوب مرکزی ورزش ارتش شکست خورد. ریگارد تداس هم با حساب 2-0 استرافشان را مغلوب کرد و حسیلو در میدان خود مغلوب شد از وخش با حساب 1-2 و وخش هم در دقایق اخیر غلبه خود را تامین کرد و خوجان با حساب کلان 6-0 بر تیم کوکتوش آوتسایدر موسم امسال چمپیونات دست بالا شد و موقعش را در جدول مستحکم کرد. خوب بیایید سر اول اطراف رقابت دسته های اسخاتا و پنچر حرف میزنیم. این دیدار با حساب 3-1 به انجام رسید و اسخاتا چنون انتظار میرفت پیروزی خود را به دست آورد. خب غلبه اسخاتا البته پیشگوی شونده هم بود در مقابل دسته پنچر، اما چیزی دیگر اون است که کدام دسته در موسم امسال در قطار خوجان، کلوب مرکزی ورزش ارتش اسخاتا، ریگارد تاداس، وخش، خب باز یک تیم دیگر، کدام از آنها اصلا ارزنده ترند که زینه های دوم و سوم را به دست آورند؟ فکر من که ارزنده تر این خوجان، خوجان روشن، بله به فکر من البته روشن یک چند بازی مفهوم بوده، یک چند بازی که نکرده است باید بازی کند، بله و از بازی آخران میبینیم که کماندوی که در پایان جدول هم اونا هم چیز میخوان که مقاومت نشان تیان، بله و بازی ها البته یک سرخوار میگذارد. بله، یادوار میشه میننده عزیز که در رقابت دسته اسخاتا و پنچر سنجر رخسیبویف، همچنین فردوس چقالوف و موبینجان مومینوف سه گلی دسته مذکور را به هدف رسانیدند و با حساب 3-1 پیروزی خود را تامین کردند. این یکی از غلبه های مهم دسته اسخاتا بود. در عموم موسم برای اسخاتا به نظر شما چگونه بود؟ به فکر من که موسم گذشته چیزی که ما در همینجا میشتیم در 90 دقیقه همچون کارشناس البته فرقیت زیاد دارد، یعنی این موسم پرخوبت نه سوس البته چه پرخوبت بینید موسم گذشته ایخی حیات نداشتن، حیاتی که سیتار روی فوتبال میگیم، بله. نتیجه خوب دار بود، یعنی که بازی دستوی دست جمعی، یعنی که کماند نایگره میگن همون بازی بود، یعنی که استفاده بردن بازینگرانی که در حقیقتا نامیان، بازینگرانی که در حقیقتا از دیگر تیم هایی که اومدن میسرگیم، بازینگران از روشن کلوب بله. اومدن جوی دیوم روشنی کلوب میسول انگلیسه بود پورسول از خطا سیوم مگریب این سال بیدید که مورزه برده میتوند برای جوی سیوم؟ نه برای اول ایجا در گفتن ممکن است که البته در این کمبودی ها شما فکر میکنن که باید کار کنن نکنه روحباریت از خطا چی باید کرده در اینجا و فکر میکنن که بازی از خطا البته از پورسول ها دیده بد بود این سال. بله خوب ببینید که مربی خارجی در این دسته فعالیت میکند ایگور سوروف، در عموم اگر مقابلی توپ دسته ها بگیریم کار این مربی را تا حال ما ندیدیم، مثلا نمیشود نتیجه بازی را مقابلی کوکتوش و پنچر و وخش و مثلا مربی که در سرزمین ما بازی کرده است در تیم ارتش، بله میسرگیم مربی که مثلا از وقتی ما خارج میگیم وقتی که در خارج کار میکنن، بله. یعنی در خارج 10 سال ها کار کردنی این من حساب نمیکنم که این مربی خارجی است، مربی خودمون نمیگیم، یعنی که در همین بله شهروند روسی است، لیکن که اینا من گفتم که مربیایی که دعوت کردن اینا آموزش دادن، بله اینا یعنی که از فوتبال ما بسیار چی بهره میگیرن اینا، بله من نسبت دیگر ایشان هم گاز دادم که گرچه که در روسیه نامی هم بدن گفتن که شما فکر نکنید که در فوتبال تاجیک شما میبیید همه چی شما بهترینید، بله. شما می آموزید اینجا برای بهترین شدن در این فوتبال ما باید چیکار کرد، مهنت کرد، بله. Хоб бьет таважу мекну ба сханрони сармурабион ва бадан боз мавзуру идома миди. Что хотелось бы отметить по окончанию игры, да, конечно, мы не заслужили этого поражения, игра была равна, но тем не менее, все-таки еще раз констатирую, что недостаток квалифицированных игроков сказалось на этой игре. Поэтому, как говорится, будем смотреть вперед, нам еще есть возможность подготовиться к переходу,
и в игре с командой, которая займет второе место в первой лиге. Поэтому сейчас у нас все внимание, все взоры к этим играм. Я думаю, что мы подойдем во всеоружие к этим играм и постараемся, не просто постараемся, сделать все, чтобы мы остались все-таки в высшей лиге. Главный итог игры, да, это победа. Хочу поздравить ребят. В принципе, осталась одна игра. Неизвестно, будет что-то она решать, не будет. Ну, где-то мы сами чуть не добрали очков. Но в целом, именно этой игрой, ну и второй частью чемпионата, даже сказать, две трети, я доволен. Да, не все получилось с точки зрения рисунка игры, но невозможно там перестроить команду там за короткий срок. Вот, к сожалению, мы начало провалили. Ну, в конце вот сейчас, в принципе, победы. Да, где-то ничьи, но в целом продлили мы там свою, я уже не помню, сколько длится, там беспроигрышная серия. Поэтому главный итог, что взяли 3 очка и двигаемся дальше. Сейчас одну игру, это когда поставят, сыграем, там будем уже смотреть. بیننده عزیز، بازی دیگری که در این دور برگزار شد با اشتراک دسته‌های برقچی و کلوب مرکزی ورزش ارتش بود. فوتبالبازان جوان برقچی خوب هنرنمایی کردند، اما در لحظه‌های آخری رقابت با باخت روبرو شدند. خوب، دسته برقچی هم به هر صورت خوب هنرنمایی داشت و حتی میتوانست بر تیم ارتش غلبه کند، اما چیزی نرسید. مثلا مربیان دسته ارتش میگن تجربه نرسید برای دسته برقچی. اما چگونه یک دسته که مثلا عبارت از بوزینگرانی 20 ساله تیم جوانان کشور و چند لیگیانیه چند فوتبالبازانی شاید کلانسورتر، من فکر نمیکنم تجربه باید اینجا نقش داشته باشه. تجربه فکر میگن که بوزینگرانی تجربه مربیو، یعنی که قاسم نشون داد که میتونه تو دقیقه آخر شما درست گفتید که برقچی میتونه یک چند گلای خوب بزنه، از آنون لحظه های گلزنی استفاده برده نتونست. بله. و اگر همیخه بازی خودی بازی رو ما گیریم، اگر قسمی اول یا که بله. هر دو دسته را میبینیم که هر دو دسته را یک بازی خوبی کامبیناسیونی شون هجوم کور بله. و مبارزه هم بود و موقع گیری اگر ما ببینیم چه موقع خوب میگیرن بازینگران نسبت هجوم، بله، یعنی میتونید گل زنید بازینگری ارتش وایسیدین، بله، سفارو مثلا یک پرتوفت خیلی خوب میگن استفاده نمیبرن. بسیار همین یک پرابلمی که در فوتبال ماست، میگن یک پرتوفت خوب، شاید بازینگران تجربه بلندتر ندارن، شاید بالای خود کار نمیکنن. بالای خود باید که مربیو هر یک لحظه گلزنی اوج بسیار بله. بسیار فرق نداره که این بازینگر در تیم ملی بود، این بازینگر در خارج بازی کرد، بله. باید که هر یک لحظه ای که استفاده نمیبرن، بله، مربیو باید خطشون چیکار کنن، کار کنن. همه وقت سایر خالتی هم بود. بله، عبدالخالی برونز دو فرصت داشتن این خوبات. هر دو هم بسر ولی استفاده بردن نتوانست. بایستی دیدم میسون میسون از صبح کشد. همین که لحظه بود کی هم میتونیست برقچی هم میتونیست. نگه لحظه های گلزنی ارتش. یعنی که ارتش همین که اگر گیریم مثلا یک ضربه گل. همین بچه ها چندون گل های زده. از همین موقعی. از همین موقعی. سابق بازنگاری کوکتاش. بله بله. از همین موقعی. نگه یک بار فکر نمیکنن که مربیو، من گفتم که تجربه مربیو، بله، این مربیو باید گفت زنه که وقتی پرتاب همین آدم در باشن، من بینم که فلان آدم در پیش همین باز... شما فکر نمیکنید که اینجا گفت سری خوب هنرنمایی نکردن در روزبون میرود؟ اینجا این شما این درست هم گفتید که ضربه باید نرود، ضربه بینید وقتای داده میشه که به هجوم کننده که ضربه زنند. بله، در گل دوم تیم ارتش چی نظر دارید؟ موقع خالی برای مثلا جانبی شریفوف کامبینیشن بسیار خوب باز با باز در موقعیت دادن، یعنی که موقع به هجوم کننده دادن، بله، نیم محافظتگر، بله، بسیار یک ضربه خوب، یک مکتب خوب که بله. این دروازه‌بان ما چی گفتن نمیتونم در اینجا میسوریم که یک ضربه بعد کنج دروازه مرحمت بویا بورگم تماشا کنیم، یعنی که با یک ضربه بدون نگاه داشتن تو، بله، یک مهارت خیلی خوب باید دیدیم که دوم گل هم زدن با غلبه کردن. با همین بازی ما گفتیم که بازی برقچی، بله، بهتر از روز به روز، بله، لیکن این روز کلاس دو مربی، بله، نشون داد که مثلا تو دقیقه آخر، بله، برای چی دقیقه آخر؟ یعنی که مربی که تو آخر بچه‌هاش میگه تو دقیقه آخر بازی کنه، اومده میکنه، اومده میکنه، همون غلبه میکنه، بله، یعنی مبارزه بعد نسبت توپ، یعنی بله، همه وقت در مبارزه بودن، نم ضربه نموده میذاریم که زنم به طرف دروازه ارتش، بله، ارتش هم میخواه گیریم اگر بسیار یک بازی تکتیکی خوب نشان داد. بله.
خب الیفبیک ویرومف و همچنین مربی تیم ارتش فایز دولتف اندیشه خود رو بیان کردند. بیاید اندیشه اونها رو گوش میکنیم و باز بعدن میگذاریم با بازی دیگر تلاش استلاف شم. پیش از همه حریف امروزمون رو با غلبه تبریک میگم. بسیار دسته خوب، دسته پرقوت از زینه سیوم جدول. بسیار دشوار بود. البته ما تحلیل کردیم دسته ЦСКА رو خوب هم مرنرموی کردیم، لیکن کمی قوه نرسید از اون سببی که جدول ما کمتر دیگرگون بود. با دسته اسخط در خوجند بعدن بعد از دو روز با دسته پنشر در قرغان بخشر بختر از بعد از اون از بختر باز اومده با دوشنبه یک روز دم گرفته، باز رفتیم به شهر خوجند بود دسته خوجند بازی کردیم. در اونجا بسیار قوه صرف شد، گرچند بوی هم دادیم، لیکن در دو بازی اولا نتیجه خوب به دست آوردیم، به خوجند بوی دادیم و البته امروز در آخر همین خوبا نرسید که اقلا همین نتیجه رو نگاه داریم. غلبه در دور اخیرین چمپیونات بر مقابل دسته برقچی خوب چگونه بود این بازی و در عموم موسم برای کیمیاوی چگونه سپری شد؟ این موسم رو ما از طرف رهبریت فکر میکنم که ما غیر قناعت بخش با ما میگویم برای که ما تلاش داشتیم که به زینه های افتخاری دیوم سیوم ورزه بریم، ولی در آخر کمترک فکر میکنم تجربه و یکی اون کارهایی که ما باید انجام بودیم انجام ندادیم نرسید و ما به زینه های پایین فرام بودیم. و نسبت بازی امروزه گفتنیم که ما این بازی رو پیشگویی کرده بودیم که تیم برقچی تیم جوان است و مقابل همه تیم ها میتونه بازی خوب نشان دهد و امروز تا دقایق آخر مبارزه بود و فکر میکنم که کمتر تجربه برای آنها نرسید و ما غالبا به دست آوردیم. ادامه برنامه 90 دقیقه و اکنون اطراف رقابت ریگارتاداز و استرافشان حرف میزنیم. دیدوره که در ورزشگاه تالکو آرینا برگزار شد و انتظار هم می‌رفت که سویبون میدان افسایت بیشتر دارند و آنها توانستن با حساب 2-0 بر استرافشان پیروزی به دست آورند. سوال اساسی این است که استرافشان با اینقدر ارتش زیاد مخلصان در زینه‌های پایانی جدول قرار دارد و فکر می‌کنم یکی از بهترین موسم‌های خود را هم استرافشان پشت سر دارد. چرا چنین است؟ بعضی دسته‌های ما انبوه زیاد مخلصان دارند اما نتیجه‌های خوب ندارند. هم استرافشان هم حاصلات من سوالی من در مورد استرافشان است. بله استرافشان هم خیلی گفتنی است که بینید که یک مربی مربی ازبکستانی دعوت شد، مربی که مثلا شما را میگیرد از لیگ اولی به لیگ یکم میبرد موسم های گذشته. بله چه با شما همین مربی دعوت میکنید؟ من نمیفهمم که یعنی به نظر شما عیب در مورد دعوت مربی بود؟ در فوتبال تاجیک من نمیفهمم، یعنی که چه ممکنه من شما یک جو میرین بله. یک تیم با شما باوری میکنن بله. شما کی که نباشید تیم میگیرید به لیگ یکم میبرید بله. با وقتی به لیگ اولی میبرید با رهبری همین دسته شما رو دعوت شما دعوت این چیه؟ اینا اکا اوکان می برادران بله. اوی ممکن نیست که اخی بله. اگر تویر مومینوف میسوری از اول موسم میشید با فکری من بله بار کنید که استرافشان خیلی نمیشه، یعنی به نظر شما عیب در مربی اول بود؟ بله مربی که میگوزن بازینگارو کی میگیرد؟ مربی میگیرد بله. و برای تویر سرپرستو در کدام حالت من نمیدونم بله. برای تویر مومینوف آیا وقتی که بود در استرافشان کمی کرد که دسته رو خوبتر آماده کند برای موسم؟ تویر مومینوف نگاهی خودش اوید بازینگارو بله. یعنی که کدام بازینگارو را گیرد؟ یکی من اگر خود سرمربی یکون دسته شوم لیگ اولی ده میسول بله. تویر بوبوف من بازینگارو را خودم میگیرم بله. یعنی که من باید بازینگارو را گیرم. وای چه بازینگار است سرپرست باید همین اگر سرپرست همون بازینگارو که میخواد شما وظیفه باید نگذارید بله. کدام وظیفه؟ یعنی که وقتی شما میخواهید از سرمربی فلان جای گیر جای یکم دویم یا سیوم بله. باید مربی گوزنه که من همه قدر بازینگر میبیارم بازینگر بله. من همه خیلی همه خیلی یعنی که من فکر میکنم که اینجا اگر ما هم حیعت هم بینیم اگر بله. حیعت بازی تویر مومینوف با استقلال بله. جام بله. در حضور این قدر مخلصانی بله. اشدی خوب بود خوب از جهت مخلص جای دیوم در استرافشان بعدی بله. روشنی کلوبا فکری من
لیکن ببینید برای چی این بازی گم شد؟ اینا فقط میتونه جواب داده سرمربی یا که روبریت دسته. ما نمیدونیم که در دوران دسته یعنی که چی جدی پسیخالگیریم بله. کدام شرایط است. بله. همون بازی گم شد و در این بازی هم اگر ما دیدیم با دقیقه اول همه که میبینیم که عجیت تکتیکی. بله. تکتیکی آیست آیست ریگر چیکار کرد؟ سیتودی مربیان ریگر تکتیکی که موندن با چه اجرا کردن؟ عطایر مومینو و یوردانچوش با چه اجرا کردن؟ اینا البته سرمربی اجرا نکردن با فکر من. اگر اجرا میکردن باید که بازی دورنگ میشه. دورنگ دوزی رفته است بود دورنگ دن. بله. لیکن از خطای او استفاده بردن دو تمنه گل میبینید گلای بسیار نمیبینید یک گل زیبا بازیگری که در مرکز میدان در مرکز میدان بازی میکنه رقم 14 شورت المرادوف شورت المرادوف من پرتوفتی خود با یک صد یعنی بله یعنی که خطای حریف استفاده برده یک ضربه بسیار خوب که ارتشی هم میخواد یک گل بله. خوب زدن شریفوف هم میخواد گل زد اینجا هم یک گل بسیار خوب بود فکر میکنم که در آینده مثلا فکر میکنم که استرافشان از لیگ اولی نمیغلطی دیگه بله علاکای حال و فصل استرافشان باقی میمونه در لیگ اولی فکر میکنم که دائم کمبودیشون بود چیکار کنه بود کار کنه بله خب رگار تداس به هر صورت علاکای به هدفهای خود رسید در موسم امسال برنده جام شد روخت به مسابقه سطح آسیا رو به دست آورد این هدف اولین درجه دسته بود ولی بوس میتواند نتیجه خوب تر گیرد چند بازی موفق دارد نسبت رگار یک گفتنی هستن که یک برای سیتاد مربی که یک موسم خوب بود بله یعنی که شما ببینید که تیمی که در لیگ اول بازی میکنه بله بله در لیگ اولی گرفتن جام بله و امروز چند بازی ها دارد رگر بود بازی بله. که از چهار بازی دیگر برای و امید تو آخر مبارزه بردم بله. من دیدم در این بازی ما نمیتونیم گفتم که استرافشان سوس بود در این بازی بله. یعنی که اویسته اویسته تاکتیکی که گرفته سیتونی مرم تحت رو باری زنده بله. چکو کنم اویسته اویسته و مقصدشون رسیدن خب اندشه های سرمربی دسته ریگر تداز و استرافشان رو هم بیاید گوش میکنیم توهیر مومینوف و زنده رحیموف بعدا باز برمیگردیم با ادامه برنامه ما دیدیم که در سفر دو بازی داشتید شما و نتیجه های اونها چندان قناعت بخش نیست برای شما اما به هر حال دسته استرافشان تحت رهبری شما میتوانیم گوییم که روخت رو در لیگ اولی نگاه داشته توانست команда осталась в высшей лиге, это была главная задача, чтобы оставить команду в высшей лиге. По поводу игры могу сказать так, что безвольно играть до гола, после того, как пропустили гол, и команда просто рассыпалась. До этого момента играли все дисциплинированно, все было здорово, имели моменты, не забили. После гола команда полностью рассыпалась. Команду Ригар поздравляю с победой, желаю им больших успехов в дальнейшем. Дальше посмотрим, что будет. У нас остался один матч, который ничего не решает. Он в Саравшане будет, поэтому будем готовиться, посмотрим. Во-первых, большое спасибо. Я хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли поддержать команду. Да, игра, первый тайм, как вы заметили, было чуть-чуть трудновато, тяжеловато было. Почему? После игры с ЦСКА небольшой перерывчик был. Поэтому сегодня ребята меня в первом тайме, которые сыграли, в перерыве я им подсказал чуть-чуть, что неправильно мы играем, это не похоже на команду Ригар. Поэтому второй тайм был по многому интереснее, и мы использовали, забили два момента. Хоб, дар пеш, боз чор бузи, дигар, аз таквим бузи и бады, чигуна аз в атаюри дастай шумо, ва бачеветом ба бузи, чигуна сурат мегда. Ну да, сейчас будем готовиться. У нас, как говорится, отложено было 4 игры. Вот сейчас мы одну отыграли, еще осталось, еще 3 игры осталось. Будем готовиться, у нас, как говорится, есть шанс взять третье место. خب به هر صورت استرافشان در لیگ اولی باقی موند ریگر تداز باشد با بازی های خود با نتیجه های خود ادامه میدهد یعنی دسته باز تلاش خواهد کرد برای موقع های بالای جدول مسابقه و اکنون در مورد رقابت دیگر حاصلات و وخش حرف میزنیم امکانی بسیار خوب بود که حاصلات بعد از سلسله ناکامی های خود پیروزی مهمش را به دست آورد اما برای دسته 3-4 دقیقه اخیر نرسید یعنی دسته به شکست مواجه شد در مقابل دسته وخش خب از رفت این رقابت البته ما نوارها نداریم ولی به هر صورت وابسته به آن که حاصلات نتیجه نشون داده ایستاده است همین رو باید گفت که پیشتر میگفتیم البته مربیان نام شدند حالا ببینید یک دوره معین هم گذشته است اما نتیجه ها همونو یک خیل باقی میموند در دسته حاصلات شما درست خیلی افسوس که ما نداریم اون نوارو را بله. مثال گیریم که من در حیرت میبودم که وقتی که شما مثال گیریم مثال گیریم شما دروازه‌بان دارید بله. مثال میگیریم دروازه‌بان لیگیانیر خارجه دارید شما بله وقتی لیگیانیر شد وای بود یک سر دو سر چی بود از بچهای محلی بالا بود باشه بله یکی هر باری که این لیگیانیر شما رو خطایی میکنه
شما باز همون هم میمونید، مقصد چی است؟ بله ما نمیفهم. اما فکت همین است. بله گلی گلی زده میشد اینجا شما نیدید. ما شنیدیم گفتن 30 متر مثلا از 30 متر در زمان برای چی میبروید؟ برای که یک پرتوفتی خوب کند بازینگری وخش گل شود، خطایی گل میشود. بله لیکن اینجا یک علامت سوال چوی خی خطایو در روح میکنه. اما ببینید که فکت همین است که حاصلات با بخت رو برو شد، همین تا یعنی اخیره، تا اخیره این باری اول نیست، تا اخیره مبارزه نبردن. مثلا اینکه ببینید که با برخچی حاصلات ما خیال میگن که حاصلات غلبه کرد. بله سینما نشون داد. بله یک صفر تمام دقیقه اخیرین شما گفتید دو سه دقیقه، دو سه دقیقه چیکار میکنه برخچی؟ حساب برابر میکنه یعنی پنالتی میشد. بله بازیگر لیگ انری گرجی پنالتی میکنه، یعنی که اینو لیگن اروی گرفتن که صفتی پاس دو پاس. بعد دویوم بینید با کی بازی کرد؟ با وخش. چند بازینگر حسیلو در وخش هست؟ دو تا بهترین بازینگر و فکر بنده حسین نورماتوف، این هجوم کننده نوردین همراقلوف بازینگر تیم ملی. بله یعنی که همچه گاوره که چش بود چکو میکنن نگاه میداشتن، نگاه میداشتن اگر میخواستن مقصدا بود باشن. مثال گیریم بله. نو نو وابسته حسیلو بازی که ما تماشا کردیم با ریگر بازی کرده میتونن با ریگر، ریگری که این روز قهرمان های شکست میتونن. بله یعنی میتونن. برای چی؟ همین برای چی؟ با فکر من که برای مربی ها یک مسئله هست که باید که در آینده چی باید کرد، کار کرد. حاصلات هم از لیگ اولی چی نمیخالتد. بله. همین خیلی هست؟ درست. یعنی که میموند در همین کمبودی ها شما یک سخن خوب بوده که برای مربی ها وقت بود. بله یعنی مربی ها وقت داشتن که بازینگر رو گیرن. بله بازینگر گرفتن. یعنی که با این بازینگر رو که وقت نبودن نمیشد. یعنی بله. که شرایطی که شما دا میکنن بله. روبرت دسته شما همون شرایط باید چیکار کنید؟ عرق جبین ریزید. یعنی وقتی که شما همین ساحت کمبودی دارید بله. دروازه‌بان فقط در حاصل دروازه‌بان عوض میشد. یک تا دروازه‌بان محلی داریم، یک تا دروازه‌بان چی خارجی، اونا فقط جوشون چیکار میکنن؟ ایواز میکنن. با خطایی هم بسیار خطایی زیاد در دفاع دیده میشود. بله خب گپ سر اون است که وخش هم وقتی آخر نتیجه خوب نشون داده است. دسته در بازی های آخر تنها در دو رقابت مواجه شکست شده است، همیشه نتیجه مساوی و غلبه. یعنی وخش بازی با بازی بهتر شده است. وخش هم اگر مثلا وقت می بود و حیتین دسته پرقوت می شود شاید به خاطر بهترین ها شامل می گردید برای بعد از آوردن مقام های اساسی. وقت می بود این جواب نیست. بله یعنی که وقتی که مخلصان زیادی شما دارید، ما اگر اخه میکردیم، ما اگر اخه میکردیم، شما در همون جایی هستی، در همون جا هستی. بله. لیکن ببینید در وخش سرپرست بسیار خوب است. اما ببینید که مثلا وخش و ریگارت داس اینها باید در لیگ لیگ یکم بازی میکردن. بله. ولی شاید 10 روز قبل از آغاز موسم با اونها گفتن که شما در لیگ اولی بازی میکنید. بله. بله. خب ما میدونیم که حیات هر دو دسته کامل نبود برای لیگ اولی. بعد پرقدرت کردن. بله. بعد از نیمه دوم. ولی دسته هایی هستن که مثلا از آغاز موسم میدونن در لیگ اولی بازی کنن. خودی برخچی خوب دسته استراوشان، خوب تیم حسیلات یا مثلا وقتی وخش گیریم اگر تحلیل کنیم از 90 دقیقه همچون کورشینوز ما بینید وخش فقط ولایت خطلون داد، یعنی که با غلبه میکند بر روشان همه وقت. بله یعنی که غلبه میکند بر حسیلات چی در میدان خودش چی در سفر. همین خیلی هست؟ بله نو واسه رفتن بازینگران، اومدن بازینگران. بله یعنی که یک حریف نوبو با میگیم میارزد. یعنی که بله حریف های نوبو این تیمار هستند. در همین باید چی باید کنن که با بهتر شود بازی بله. وخش؟ یعنی که ما بازی میگیم که استقلال، یعنی استقلال یک تیمی که هست که یعنی که روحبریت سرپرستوی خوب. بله پرخوبتر نظر به دیگر دست دارد. همین وخش هم بازی یک سرپرستی بزرگ دارد. بله. فراز بود. یعنی به نظر شما نتیجه ها بیشتر از سرپرست با بستگی دارد؟ وقتی که شما سرپرست خوب شرایط خود بازینگری نقض میگیرید، شما مربی خوب هستید، نشون داده میتونید. باز درباره ما توهیر مومینوف گاو زدیم. بله او توهیر مومینوف در تیم روشن بود. بله. سرپرست خوب نبود در روشن، خوب بود. بله یعنی که بعد چی سرپرست روزی دارد در ایست روشن مثلا ما شما نمیدونید. بله ببینید که اما ببینید حالا دسته های سرپرست دارند که چندان حالی خوب هم ندارند. مثلا خودی روشن با اینقدر ما تعریف و تفسیر میکنیم سرپرست اینقدر ولی دسته ببینید با بازی های سطح بین المللی
از جانب کشورهای سیوم و چهارم وارد رقابت ها می شود. خودی روشن وقتی اونها به تاشکند می روند به ازبکستان، بعدا به هندوستان و بعدا به قطر، این تا یک اندازه گفته نمیتونند که دسته سرپرستی خوب دارد، یا مثلا خوجند یا دسته های دیگر، یا مثلا خوجند که 4 ماه معاش نمیگیرند بازیگران، یا دسته های دیگر. خب به هر صورت مشکلی در ما خیلی زیاد است. یگان تیم من فکر میکنم 100% اول از جهت سرپرستی خوب نیست در فوتبال ما. شما درست قید کردید، استقلال. بله استقلال سرپرستی خوب دارد. بله یعنی راهبریت هست که میسازیم که سالهای یعنی سال است از لحاظ وضع مالی خوب است. بله یعنی که انفراستراکتوری که میگیم همه همه چه داره، بازه دارد. بله دارد. دارد یعنی خارج سفر میکنند. بله. میکنند، نه اینکه برای یک هیئت، هیئت دوم و سوم، هیئت جوانوش، یعنی که یک در یک رو چارچوبای فوتبال آینده دار موندن. بله. یعنی که دیگه تیم ها موخه کنن امیر بود سرپرستشون، یعنی که فقط فکری تیم اول بود نکنیم و ما هیئت دوم مون چی میشه، مکتب مون چی میشه، یعنی که ما اگر خویم که لیگ اولی که میگیم و آینده ما میخویم که تیم ملی ما در جهان بازی کنیم. بله. تو این کارو ما نکنیم ما جهان نمیریم. بله و یکی از نکومی های اخیری بوشکوهای ما در مسابقه سطحی این اولی این رقابت پذیر نبودنی چمپیونات ما است. یعنی مثلا اگر یک دسته پرقوت باشد در برابر اون دسته پرقوت دوم دیده نمیشود. همیشه دسته های ضعیف هستند و بسیاری دسته های ما دعوا میکنند، آرزو میکنند که در مثلا لیگ قهرمان ها بازی کنند، ولی وقتی به لیگ قهرمان ها روخت میگیرند اونم نتیجه نشون داده نمیتونند. یعنی باید سر این مساله حتما جدی کار کرد. نسبت روشن شما گاز زدید، در حقیقت وقتی که شما میرید از کلوب فرض کنید. بله. از دوشنبه به خوجند. بله ولایت سوخ از خوجند شما میرید تاشکند. بله چند مسافه را از تاشکند هندوستان، از تاشکند شما 10 ساعت و میسید بعد میره هندوستان، در هندوستان با 10 ساعت و میسید بعد قطر، بعد چی؟ بعد قطر. یعنی خستگی نیست؟ یعنی نمیشه بعد ما نتیجه طلب میکنید، نمیشه که شما میخید از روبریت میسید، نمیشه که شما میخید شینید نگاه کنید که دوشنبه هر هفته 3 مراتب یا 2 مراتب. بله. دبی. بله. شهرهای نزدیکی مثلا قطر اخی میشد که همینا برای همین استقلال میکنه. سبب اساسی هم نبودن وضع مالیوی دسته ها، یعنی شرایط ندارن دسته ها. ما فکر نمیکنم که روشن نداشته باشد. متاسفانه اون چیزی که ما میگوییم نیست در این دسته. متاسفانه نسبت به روشن نمیخوای گفتنی هستن که میمیدونی که از برگش چند بازیگرون در صدمه افتیدن. البته ما دعاگا هستیم که تیسر شفا یابند. بله. باز به میدان برایند. این یک دهشت است. همین نسبت همین یک اویدی مسئولینی که بله. ما فدراسیون فوتبال میگذروند. بله. چمپیونات تاجیکستان. بله. من دیرم در سوختی ها میسوزد از کدام جهت؟ اگر تیمی میسور کنیم استقلال سوخت 3 مراتب میرود؟ 2 مراتب، 1 مراتب برای چی؟ 3 مراتب، 3 دسته است، 3 مراتب میرود. اگر سوختی ها چند مراتب این طرف میبینند؟ بو دوشنبه بو استقلال بازی میکنم. اینجا بارون است، اینجا برف است. بله. اینجا جولا است، یعنی هوای هر خیله است. یعنی اینجا هم گپ سری همون روبرت دسته می رود. بله روبرت دسته می رود با یک چیزی که کردن در آینده. این فکری من است. بله. نسبت فدراسیون فوتبال که عدل پرویدین میگیم. بله. با همین التماس زویر بوبویف که شما وقتی که تیم ها جمع میکنید. بله. یک بار شما یک فکر کنید که تیم ها می روند. بله. بینید که اونا در این ماشین یا در آن ماشین، یعنی نمیتونن، یعنی که اینجا باید ما راهی ممکن که راهی آهن استفاده بریم. نه مثلا از دوشنبه به خوجند هواپیما هست. هست. بله. استقلال میخه میره. بله. آفرین. درست. او دیگران همینا کنین نمیشه، یعنی که شما اینقدر مخلص دارید لیکن برای تیمتون نمیخواید که تیم شما سوق سلامت رفته بیاید. این یکم. دوم درجه ببینید که تیم های ما میتونیم همین خیش کنیم که یعنی که وقتی که تیم ما میره تیم. بله. فرق نداره با چند ماشین میرن، از پیش میتونیم که ما یک ماشینی که کارمندانی میسوری ملیسه بازرسی دولتی آتن. یعنی که ما با اونو با چی کنیم؟ همکاری. همکاری کنیم، یعنی فدراسیونی فوتبال و کلوب با همکاری با که وزارت کره داخلی. وقتی ما با اینا همکاری میکنیم اینا هم روبریتش همش یعنی فوتبال بازن. بله. فوتبال. بله. درد میکنن. امنیتی دسته باز خوبتر بهتر میشه. امنیتی تمام دست. وقتی ما درباره تیم ملی مونگا میزنیم، بچه‌ها تیم ملی ان 18 ساله سر کرده تو. بله. تیم اساسی
اینا ما باید چیکار کنیم؟ پیشتر مثلا میگیم همه 10 ماشین میشن 5 ماشین میشن پیش پیش همون کس میبرد تو سرحد هم میبرد بله. اثرات قبول میکنه دیگر ولایت سوخت بله. او اینا کردن ممکن است اخی درست تشکر زیاد بیننده عزیز ما کمی از موضوع بوزی دور 21 بیرون هستیم ولی به هر صورت مشکلات بله مشکلاتی اساسی هست ساعت ها میشه در این گونه موضوع ها صحبت کرد با کارشناسان و با همکاران و حتما ما در برنامه های بعدی با سر این گونه موضوع های اساسی فوتبال کشور برمیگردیم وقتی مسابقات لیگ اولی هم با پایان میرسد. خب اکنون میرویم با بازی دیگری دور 22 یعنی دسته خوجان و کوکتوش و این بازی هم انتظار میرفت که با حساب کلان به فایده دسته میزبان جمع بست میشود. همین طور شد. فولبوزان خوجان به دروازه کوکتوش 6 گلی به جواب زدند و طبق اطلاعهای ما در این رقابت بیشتر حیط دومی دسته کوکتوش یعنی حیط جوانان این دسته هنرنمایی کردند و نتوانستند به نتیجه خوب برسند. دیان تومباس در این رقابت هتریک کرد. آرتیوم سردیوک دوبل انجام داد. سرگئی اسکانیان هم پاس گل آورد و هم گل زد و خوجان پیروزی مهم را به دست آورد. توانست و نگفته نماند که اولین بار بازی دسته خوجان بعد از ساعت 17 یا 18 و در شامگاهی برگزار شد که ورزشگاه بیستالگی استقلال هم در انجام موسم امسال با نورافکن های زمانوی مجهز شده است. البته برای موسم آینده این بسیار هم خوب است. اما سوال اساسی این است که کوکتوش طبق اطلاعات از بین می رود. یک دسته ای که تاریخ 14-15 ساله دارد. و شما بالاتر گفتید که بعضی فوتبالبازان عضو دسته کوکتوش بودند بله یعنی بله. این دسته هم مهنت کرد زحمت کشید برای پیشرفت فوتبال کشور کمک خود را دریغ داشت ولی حالا دسته در یک حالتی قرار داد که از بین میرود البته برای مخلصان این دسته و فوتبالبازانش بیشتر دشواری است بله من فکر میگیرم که به فکر من که باید که این دسته از بین نرود همکاری باید کنن با همون سرپرستا یعنی که گفت و شنید با رهبریت همون نایه و فکر من که این دسته باید که در لیگ اول هم بسیار دشواری میشه اگر بتونین صد بله به هر صورت کاری کنن که باید در لیگ بله. یکم بازی کنن نو وابسته از ما میبینیم که 6 گلی که زده شد از جانب خوجان از جانب خوجان و بسیار خوشنودی است که همون گفته های رئیسی فدراسیون فوتبال ما محترم بالاخره عملی شد رستم عملی بالاخره رحمت گفتن در کور بله. به این شخص هم و به اون شخصایی که همین اجرا کردن ببینید بله. مرحمت تا آخر موسم یک بازیو دوران بله. و مردم یک کیفیت دید بله 6 تا گل مثلا وای فرناندو که هیئت دوم مونده هیئت یکم مونده نو میبینیم که یک بازی فوتبال خودش ایده بله مردم ما جمع میکنیم مردم که ما جمع کنیم مردم یک کیفیت میبرند بله. برای کیفیت مردم از صنعت بله. و ورزش بله. برای همین است بله مردم میتوانند با تماشای فوتبال روان با تماشای دل خود بله. مثلا بله. سپکتر بله. با تئاتر و بله. با دیگر جوابی بله. برند و هم خوجان نمونه است کلوب نمونه است دارد بله. بله. دیگر تیم ها هم باید چکار کنند ریگر نمونه است بله. میتوند شب بازی کند بله. خودی پایتخت مانند استقلال یعنی که دیگر تیم ها هم شما همین تلاش کنند اون چیزی که دستوری که به شما دادن محترم رستم امالی بله. شما باید چکار کنید اجرا کنید بله البته پیشرفت فوتبال از هر یک شخص وابستگی دارد در کشورمون سر کرده از اودیترین شخصانی که در یک کلوب فعالیت میکنند تو مثلا مقامدار و مثلا نمایندگانی و سایت اخباری اوما و فوتبال بازان و مربیان و نمیدونم باز مسئولانی دیگر وقتی همه متحد میشوند برای پیشرفت فوتبال زحمت میکشند حتما خواهیم نخواهیم سال به سال نتیجهش میآید خب بیننده عزیز مربیان دسته های کوکتوش و خوجان هم اندیشه خود را بیان کردن بیاد گوش میاندازیم و بعدا در مورد بهترین های این دور حرف میزنیم ما امروز شاهد یک بازی کشیدیم که اساسا یک دسته بازی میکرد با دسته دیوم اصلا در حق حمایت بود و حالت های گلزنی بود ولی از سبب جوان بودن بچه ها و دیروز یک روز پیش در حیات جوانان بازی کردن اکثریت این بازیگران که امروز در حیات کوکتوش بازی دینا با در حیات دیوم بازی کردن و امروز در اینجا برای همین دسته خوجان رو با غلبهش تبریک میکنم و همین میخوام گفتنی هم که نو بس از اون که امروز همه متخصصان میدونن که دسته خوجان همین خیل قریب دو مراتبه از دسته کوکتوش بخواتر است ولی با این داوریه که امروز داوری کردم فقط با یک طرف فقط یک طرف نگاه کردم من فوتبال ما بسیار پیش نمیدم
همین را ما گفتنی بودم که این دواریه که امروز شد نو باسته از اون که دسته ایمو دسته ایلیگه ایوالی علاقه مرحوم شد از بازی کنم ولی میخواستم که اونا بازی صاف کنم بازی که من که فرد و بعد از این مسابقه خود باز در دیگر در آینده در دیگر دسته فوتبالی خود را هنری خود را باز دیگر ولی با این دواری دلی فوتبال باز رو شکسته او رو از بازی محروم کردن این با داوری نمیشه. اولا میخوام همه بود مخلصای دسته خوجند رو رحمت گویم برای دستگیری و با بازینگرای هم رحمت گویم که بازی خیلی خوب نشون دادن و شش گل زدن. ما میدیم که این مخلصای ما انتظاری گل ها بودن و به فکر من هم مخلصا شاد رفتن هم دسته. رحمت باز یک بار دیگه برای مخلصا و بازینگرای دسته خوجند. خب ادامه دارد برنامه 90 دقیقه و اکنون در مورد بهترین های دور 22 حرف میزنیم. حیات رمزی دور 22 از روی فرضیه شبکه ورزش نه همه بهترین ها شامل شدند، ولی اونهایی که ارزنده بودند شامل حیات رمزی شدند. در دروازه حسین دین محمد علی از کلوب مرکزی ورزش ارتش، در خط دفاع کامرانی میرزاخان ارتش، سرگی یاورسکی از وخش و فردوس چخالف از خطا. در مرکز میدان قرار گرفتند چهار نفر، شیرزاد محمدیف از تیم ریگارتاداس، خب در این موقع با شهرت المرادوف از تیم ریگارتاداس، دست علیشیر شکروف از دسته وخش شهری بختر و اینچنین جولیوس کواسی از کلوب مرکزی ورزش ارتش. در خط حمله آرتیوم سردیوک، دیان تومباس هر دو از خوجند و فریمپونگ از ریگارتاداس. بهترین مربی دور محسن محمدیف که هم وظیفه مربی را اجرا میکند و هم وظیفه رهبری دسته را و ماست با شرافت او دسته در موسم امسال هنرنمایی کرده ایستاده است. خب این بود حیاتی بهترین های دور 22 چمپیوناتی مملکت بیننده عزیز و در مورد انتخاب بهترین بازینگری دور هم اندیشه های ما گروه ایجادی خیلی و خیلی گوناگون بود و البته بهترین بازینگری دور طبق فرضیه شبکه ورزش نیمو فیزیتگری کلوب مرکزی ورزش ارتش جولیوس کواسی شد که هم گلی غلبه وار زد هم پسی گلوار انجام داد و یکی از بهترین ها بود در این رقابت. سوال اساسی هم همین است که چرا کواسی، چرا بازینگران دیگر نیستند؟ مثلا اینجا دیگر بازینگران تومباس هم تومباس بود، خیتری کرد، بله. سردیوک هم بود، بله. یعنی گل و پسی گلوار، بله بله. درجات یکی با حیاتی کوکتوش مختون دی حیاتی دیوم هست، بله. مثلا نو بسته با این بازینگر از بازی به بازی، یعنی که همیشه بازی آخر ما بینیم استوار، استوار رفته است. سه بازی آخران میبینیم که یا پاس یا که گل، بله. گل میزنند و بازی خوب کرد و همگان البته همین دنی کسا بله. با اگر کوکتوش بارشی رو حساب کنیم حریفان، بله. فرقیتی مثلا زیادتر دارن، بله بله بله. سطح بازی هم به حساب گرفته، بله. شد، یعنی که لیگیانری که در همین کوکتوش بود، بله. از کوکتوش گرفته، یعنی اگه ندارین کوکتوش میستادن کوکتوش البته ایخی نمیشد، شاید بخی میمون در لیگیانری، بخی میمون، بله. خب بیننده عزیز، جولیوس کواسی رو هم تبریک میکنیم. واقعا هم موسم امسال بسیار خوب در میانه میدانی کلوب مرکزی ورزش ارتش هنرنمایی کرد و یکی از مهره های اساسی دسته شمسین قاسموف هم بود. خب اکنون با جدول مسابقه توجه میکنیم که بعد از دور 22 هرچند بعضی دسته ها کمتر بازی انجام دادن، موقع هاشون چنین هست. استقلال تا حال 17 بازی انجام داده است، 5 بازی دیگر دارد این دسته. خوجند با 43 امتیاز در زینه دوم است، اما یک بازی کمتر دارد. یعنی موقع خوجند رو گرفتن برای دیگر دسته ها هست امکان، از جمله برای دسته روشن و ریگارتاداس که هر دو هم چور بازی کمتر دارند، بله. و نگفته نماند که هر دو هم با استقلال بازی میکنند حالو و باز رقابت های دیگر هم دارند. خب دیگر دسته ها یک بازی کمتر انجام دادند، برخشی تنها دو بازی کمتر دارد. حسیلات استرفشان پنچر یک بازی کمتر و همچنین اسخطا و خوجان. کلوب مرکزی ورزش ارتش کوکتوش و همچنین وخش علاقه تمام بازی های خود را در موسم امسال جنبس هم کردند. همین یک چه ایلوه کرده که میبینیم دست هایی که میسونه پویوندن کوکتوش پنشیرد البته مخلص های زیادن رو افتاده نشوند، بله. یعنی که در آینده لیگ یکم هم یک فکر میکنیم در آینده رقابت پذیر است، بسیار یک فوتبال خوب در لیگ یکم هم است. و دیگر دست هایی که بر ماندن مثلا هم استرفشان هم مثلا بینید از لیگ یکم برو اومد خطی پنشه، بله. لیکن بینید گفت درست که توهیر مومینوف استادانش هم بخواه خوب کرد، یعنی کماندت مون در لیگ و میتواند باز برای مفسیم آینده، بله، تیار کنند اکینا و بستگی دارد از همینو. دیگر دست ها رو ما میخواه گیریم اگر دست های پیش سفر گیریم استقلال
البته با استقلال بازی کردن چی این دسته ها مبارزه میبرن برای جای دیم بینید که یک کیفیت میتید برای مخلصان بازی هایی که موقوف موندن مثل اگه میشیم نیوکنید ریگر تازه از چور بازی دارد روشن هم چور بازی دارد بیاید مخصوصا به همون بازی های موقوف مونده توجه میکنیم که کی برگزار میشوند یعنی پنج بازی باید برگزار کرده شود چورده همی نویابر حسیلات با استقلال بازی میکنند ولی این بازی در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشورمون صورت میگیرد بعدا 15 نویابر استراوشان با روشن رقابت میکنند دو دسته سر مخلصترین در شهر استراوشان با هم میآیند سابق سرترینر با سابق دستش خب استقلال 20 نویابر با ریگر تاداز دیدار میکند روشن هم 20 نویابر خوجان را قبول میکند و ریگر تاداز 24 نویابر با برقچی رقابت خواهد کرد و باز چند بازی موقوف مونده دیگر هستند ولی اگه خیلی گیریم اگر بابا جان کینتر در کماندای روشن خوجان شده است بله مثلا بازی ریگر تدا زمینید با برقچی مونده است بله یعنی خیلی خوجان با روشن در سفر بازی میکنند و باز با فکرم روشن خیلی بازی زیادتر برای یعنی این آخرین شانس برای ریگر بله. برای چی خوجان است خوجان است یعنی بله. بوربوریو میخویم به همه دستا همه استادیونو بیان مخلصی کنن بله و کیفیت برن سلامت باشید بیننده عزیز ارجمند نشر نوبتی برنامه ما هم در همین جا پایان میابد چون همیشه کارشناس برنامه ما مربی شویسی کشور زهیر بابایف بودند بار دیگر خوش آمدید و حتما باز برمیگردیم و اطراف این بازی ها هم حرف میزنیم بیننده عزیز ارجمند در همین جا نشر نوبتی برنامه 90 دقیقه را پایان می‌رسانیم تا نشرهای دیگر صحت‌مند و پیروز باشید.